سلام بچه، امروز میخوام راجع به ادامه اون توضیحات بارداری در فنلاند رو بدیم. برای دومین بار من رفتم پیش متخصص که برام وقت زایمان رو مشخص کنه و یه سری وسیله و توضیحات داد که حالا در ادامه ویدیو با هم میبینیم. خب این ویدیو در ادامه اون دوتا ویدیویی هستش که ما قبلا درست کردیم. یکی همون بیبی باکس بود که لباسایی که دولت فنلاند میده به خانمای باردار یا خانوادهایی که بچه میخوان بیارن بود. یکی هم چیز بود، اون ویدیوی اولی که راجع به کلن مراحل ابتدایی و اولیه بارداری و اینکه چه پروسایی طی شد و مثلا چه جوری بود هست. خب تو این ویدیو ما بر بار خب اول اینکه تو این ویدیو اول بگم قبل اینکه ادامه بدیم حتما سابسکرایب یادتون نره بکنید و که ویدیوهای ما رو از دست ندید و همینطور اگه سوالی داشتید کامنت بذارید، ما به سوالاتتون جواب میدیم حتما. خب حالا بریم سراغ قسمت دوم این بحث بارداری که داشتیم. ما چند روز پیش در واقع رفتیم دوباره برای سونوگرافی دوم که فکر کنم دیگه سونوگرافی آخر هم هستش که برام وقت سزارین بدن، چون خب همونجور که میخواستم درخواست سزارین داده بودم. توی این قسمت رفتیم و سونوگرافی رو انجام دادن و اندازه بچه رو مثلا گرفت، فکر کنم اندازه سرش و یه سری بالا اندازه‌های دیگر رو انجام دادن، وزن بچه رو گرفتن و اینا رو بهمون گفتن و تاریخ دقیق زایمان رو مشخص کردن که همون 40 هفته در واقع کی تموم میشه. و جالب اینجا بود که تاریخی که دادن واسه سزارین 2 روز قبل از اینکه 40 هفته تموم بشه تاریخ دادن و من فکر می‌کنم تو ایران شنیده بودم که 38 هفته مثلا ختم بارداری اعلام می‌کنن و این خیلی جالب بود که اینجا 40 هفته رو مثلا سعی می‌کنن کامل پر بشه برای سزارین. و بعد اینکه سونوگرافی رو انجام دادن، بعد دیگه مامایی که کمک می‌کرد به متخصص که خیلی هم خانم مهربونی بود، یه سری توضیحات دادن و یه پکیج به ما دادن که یه تقام جزوه مانندی توش هست که همش توضیحات به انگلیسیه و مثلا توضیح داده که از اول از شب قبل مثلا عمل باید چه کارهای انجام بشه و بعد توی اتاق عمل چه اتفاقایی میفته، ریز به ریز مثلا گفتن چه اتفاقایی میفته توضیح دادن و همینطور مثلا اینکه تقریبا 2 روز توی بیمارستان بستری میشه آدم و حالا بعد از عمل چه کارهایی باید بشه و مثلا همه اینا رو ریز به ریز توضیح دادن و خیلی جالبه چون مثلا جزوهشون قشنگ به انگلیسیه توضیحی که دادن. و اون خانم مامایی که بودش گفتم خیلی مهربون بود، برعکس خود خانم متخصصی که اصلا حوصله خیلی نداشت. و کلا اینجا ماماها و پرستارا خیلی مهربونن، فکر کنم متخصصا خیلی حوصله ندارن با صحبت کنن و اینا، ولی خیلی خوب بود این توضیحی که دادن، این جزوه رو دادن بهمون. و یه چیز دیگه که دادن یه جورابه که همونجا اندازه پای منو گرفت و این جورابو بهم یه جفت جوراب داد که اینو بعد روز قبل، یعنی همون روزی که میخوام برم عمل، شب قبل نه روزی که میخوام برم عمل صبح قبل از که از تخت بیام بیرون اینو باید پام کنم و برم بیمارستان. و گفتم واسه یه فکر کنم جلوگیری از لخته شدن خون و حالا همون آمبولی و اینا باشه. بعد دیگه چیز دیگه که دادن تقریبا 6 تا نوشیدنی بود. اینا رو هم این 6 تا نوشیدنی ها رو هم باید 4 تاشو شب قبل از عمل بخورم و
دو تا شد فکر کنم 2 ساعت، حالا تو این باز جزوه نوشته که 2 تاش هم بعد 2 ساعت بعد از قبل از عمل بخورم. بعد اینا هم که خیلی چیز هست، کربوهیدرات بالایی داره و برای اینا که فکر کنم سرعت ریکاوری بدن رو بالا ببره، حالا طبق توضیحاتی که حالا هم فکر کنم این تو نوشته بود هم خود خانم ماما گفتن. و تمام این چیزایی که هست به من دادن همش رایگان بود و هیچ بچی در قبالش نگرفتن، مثل همون بیبی واکس و کلن پروسه زایمان و بارداری و اینا تمام مراحلش اینجا رایگان هستش. دیگه من خودم موقعی که حالا یه چیز جالبی که حالا خیلی تو این ویزیت اتفاق افتاد این بود که من سوال داشتم که چه چیزایی باید با خودم بیارم به بیمارستان، مثلا چه لباسای خودم باید بیارم، چقدر لباس واسه بچه بیارم، چی بیارم، چون واقعا نمیدونستم. و اینا رو من حالا قبلا تو یوتیوب سرچ کرده بودم و کلی وسیله جمع کرده بودم، یه عالمه چمدون و لباس و اینا هم واسه خودم هم واسه بچه یه عالمه وسیله جمع کرده بودم، فقط خواستم باشون چک کنم که مطمئن باشم مثلا چه لباسای دقیقاً باز باید بیارم. و جالب بود که با وجودی که حالا حتما اون بیبی باکس رو دیدید، با وجودی که اون هم مثلا لباس داده بودن، ولی گفتن که هیچ لباسی نیاز نیست بیاری، نه واسه خودت نه واسه بچه، ما اینجا همه لباس، هر لباسی که نیاز، یعنی لباسی که نیاز هست به بچه رو میدن هر تعداد، و حتی واسه خودت هم باز نیاز نیست هیچ لباسی بیاری، مثلا هر تعدادی بخوای بهت لباس میدیم، مثلا نیست که بگم فقط یه دونه لباس در روز و اینا. گفت که مثلا این خیلی جالب بود، مثلا گفت فقط تنها چیزایی که ممکنه مثلا شاید شخصی دوست داشته باشی واسه خودت بیاری، مثلا اگه مثلا شامپوی خاصی میزنی یا مثلا این چیزا رو میتونی با خودت بیاری، وگرنه ما همه چی رو میدیم، فکر کنم مثلا تمام مثلا شامپو صابون اینا رو میدن. و این خیلی جالب بود که نیاز این چیز ببریم. بعد دیگه ما درخواست میخوایم بریم که بهمون فامیلی روم بدن، حالا بیمارستانم که بیمارستان اسپو همین یوروی میخوام برم، و به هم گفتن که به اتاق خانواده میخوایم بگیریم که مثلا حمید رضا هم بتونه شب یا کلن تو مدتی که هستم بتونه پیشم باشه، و اونم گفتن موقع پذیرش میتونم درخواست بدم واسه فامیلی روم. و کلن مسکه چون حالا اسپو خلوته از هلسینکیه، احتمال اینکه فامیلی روم بهمون بدن خب خیلی هست، و تنها هزینه‌ای که فکر می‌کنم بیمارستان داشته باشه واسه ما همون مثلا 2 یا 3 شبی هستش که قراره توی بیمارستان به قول اقامت داشته باشیم، وگرنه به جز اون هیچ هزینه دیگه‌ای این بارداری و روندایی که حالا طی میشه رو نداره، حتی سزارین، عمل سزارین هیچ هزینه‌ای نداره. و اینم بگم که فقط یا باید حالا شهروند باشید یا فکر می‌کنم حتی کسایی که ویزای تایپ A یا ویزای کاری هم دارن همین شرایط واسه شون فراهم هست که نیازی نیست که هزینه‌ای بدن. و دیگه نکته دیگه هم که گفتن این بود که گفتم اگه کرونا همینطوری، حالا چون ما تو دوره کرونا هستیم، گفتن اگه کرونا همینجوری وضعیتش ثابت بمونه و خیلی بالا نره، حمید رضا میتونه با من بیاد به اتاق عمل و من همراهی کنه، ولی خب حالا دعا میکنیم که اینطوری باشه، ولی اگه که نباشه دیگه خب حمید رضا نمیتونه با من بیاد به اتاق عمل و حالا منو همراهی کنه. دیگه نکته دیگه این که گفتن که یه بعد من تقریبا فکر کنم 2 یا 3 روز قبل از عمل، درست میکنم قبل از عمل برم همون بیمارستان همونجا و آزمایش خون بدم، بلکه تایپ خون رو مشخص کنن، مثلا او به هرچی هست که خون رو آماده داشته باشن برای حالا اگه وقت در حین عمل نیاز بشه همه چی آماده باشه. که بعد گفت که البته نیازی نمیشه احتمال زیاد، ولی حالا بعد خب بالاخره آمادگیشو داشته باشن. حالا یه چیز منفی که میشه گفت راجع به این کل این جریان، حالا شاید از نظر ما منفی
باشه، ولی خب خودشون از نظر خودشون منفی نیست، اینه که اینجا مثل ایران چیز ندارن، بانک سلولای بنیادی متاسفانه ندارن که بخوان خون بند ناف و ذخیره کنن. و واقعا یه چیزیه که ما از اول دنبالش بودیم که مثلا این کار حتما انجام بشه، و متاسفانه فنلاند فکر کنم جزو معدود کشورهایی باشه که این کار رو انجام نمیده و میگن که نه این مثلا تحقیقات خاصی انجام نشده و نمیشه مثلا، حالا چیز مثلا مشخصی نیست که حتما این سلولای بنیادی جواب میده فلان و از این حرفا. ولی خب مثلا سوئد داره، هم بقیه کشور، ایران خودمون چقدر این قضیه جدی دنبال میشه و هست، و این خیلی بد بود به نظرم. و هرچی هم پیگیری کردیم گفتن که انجام نمیدن متاسفانه. فهم کنم تمام نکته ها رو گفتم دیگه. حالا باز اگه در آینده چیز به ذهنمون رسید یا نکته نگفته بودیم حتما یه ویدیو دیگه میذاریم، و حتما قسمت بعدی این ویدیو هم احتمال زیاد دیگه میشه واسه تجربیات دورانی که زایمان شده و حالا تو بیمارستان هستیم، اونا حتما واسه تون میذاریم. این ویدیو رو از دست ندید، حتما سابسکرایب کنید به کانال یوتیوب ما، و اگر اینستاگرام ما رو دنبال میکنید که ما هر روز استوریای زیادی میذاریم هم در رابطه با حالا هم این دوران بارداری و هم حالا استوریای دیگه که از زندگی میذاریم، و اون زنگوله بالای سابسکرایب واسه یوتیوب هم بزنید که ما ویدیویی گذاشتیم حتما واسه تون نوتیفیکیشنش یا اعلامش بیاد و بتونید ویدیوهای ما رو به موقع ببینید. اگه سوالی داشتید حتما کامنت کنید، جواب میدیم، و لایک هم فراموش نشه. مرسی از این که ما رو همراهی میکنید. خدا حافظ.